ببینم تو تونستی چیزی بفهمی؟ نه من که پاک گیج شدم. دنبال چی میگردی؟ دنبال هم کپی گواهی خود. من جا بود بیا. مرگ بر اثر جراحات وارده از تصادف. ببین من فکر میکنم پدرت با این مرد یه معامله ای داشته. خب پس چرا اسمش اینجا نیست؟ خب وقتی پدرت یک عمر توی اون خونه زندگی کرده، سندم پیشش بوده، همه چیز روشنه. روشنه؟ گیرم که به علت تصادف طرف فرصت نکرده سند رو به نام بزنه. خب پدرم چرا تو این مدت کاری نکرده؟ نمیدونم. یعنی این آدم هیچ کس و کاری نداشته؟ خب اگه داشت که تا حالا پیداشون شده بود. ببین شاید بشه یه رد پایی پیدا کرده. اینجا ببین. خب این آدرس بیمارستان و این دکتریه که این گواهی فوت رو صادر کرده. چی میخوای بگی؟ خب میریم بیمارستان. تو میدونی گواهی مال 25 سال پیشه. باشه مهم نی، بالاخره یه پروانه چیزی باید ازشون باشه دیگه اونجا. بیمارستان. خیلی دلم میخواد قبل از هر کس سارا خانم رو ببینم. مگه دیدن سارا خانم به همین راحتی هاست؟ چطور مگه؟ هیچی، شوخی کردم. اونم امروز میبینید. خب اون دوست فرزانه و آره چطوره؟ اونم خیلی دلشون میخواد شما رو ببینن. امروز برای نهار دعوتشون کردم خونه. ولی من بعد از اون وقت دکتر دارم. همین امروز؟ آره از مشهد برام وقت گرفته. اشکال نداره، به همه کاراتون میرسی. بعدش هم که من به همین راحتی ها نمیذارم شما برگردین مشهد. راستی چشاتون چطوره؟ هنوز میبینه. خدا رو شکر. خیلی دلم میخواد دکتر عمل رو بذاره بعد از عروسی. حالا امروز که میرم باهاش صحبت میکنم ببینم این اجازه رو به من میده ببینم چی میشه. بفهم. خدا کنم. بعد باید همین امروز عمل بشه؟ امیر گفت قبلا وقت گرفته. فرزانه خانم، مادرم با شما کار داره. ناقابله. چرا زحمت کشیدین؟ خیلی ممنون. اختیار داریم. امسال چرا نیومدین مشهد؟ نشد. انشالله سال دیگه اگه خدا بخواد مزایم میشیم. انشالله. اینم برای سارا خانم گرفتم. خوشش میاد؟ خیلی قشنگه. هنوز لباس سیاه تنشه؟ آره. سیاه تا چله. دختر که نباید یه سال سیاه بپوشه. شما باید کمکش کنین. ما تنهاش نمیذاریم. نبایدم تنها بمونه. کی میدونه چه غمی رو دل اون دختره. پدر مادر عزیزترین کس آدمه، به خصوص برای دختر. امیر براش کار پیدا کرده که توی خونه تنها نمونه. چارش نیست. منظورتون چیه؟ ببین فرزانه جون، شما که غریبه نیستی. حرف بین سارا و امیر مال دیروز و امروز نیست. امیر خواست، مام چشم بسته گفتیم قبول. اون خدا بیامرزم موقع فوتش گفت سارا عروستونه. خب منم اومدم که باش حرف بزنم. دیگه بیشتر از این نباید صبر میکردم. ولی فکر میکنم سارا... میدونم. من که نمیخوام بزن و به کوب را بندازم. اگه امیر اینقدر دل بسته سارا نبود کار دیگه ای میکرد. شما دوستشی، باهاش حرف بزن. شنیدم خودشه و یه برادر کوچکتر که سربازه. خب بله. حرف یه دوست اثر بیشتری داره. باهاش صحبت کن. اگر رضایت داد، خب راه داره. یه عقد محضری میگیریم بی سر و صدا. هم سارا، هم امیر تکلیفشون روشن میشه. بعد میگم؟ نمیدونم. پس باهاش صحبت میکنی؟ آخه، چی باید بهش بگم؟ مثل اینکه برات سخته.
بیاریش پیش من. باش، سعی میکنم. آی ستوده، همسر شما یکی از بهترین پرستارای ما. من نمیدونم چرا شما با کار کردن ایشون مخالفی. والا بنده که مخالف نبودم آقای دکتر. البته نه اینکه مخالفم نباشم، پدر ایشون هم زیاد با کار کردن ایشون موافقت نکرد. به هر صورت حیف همکارانی مثل ایشون از کار محروم بشن. بله. خب بریم سر اصل. من در خدمت شما. عرض کنم خدمتون که آقای دکتر، اسم آقایی که اینجاست ایشون 25 سال پیش بله. مرحوم شدن. بله. البته قبل از فوتشون با پدر بنده یه معامله داشتن. صحیح. یه معامله ناقص. الان دنبال خانواده ایشون میگردیم. آی ستوده، ما بایگانیامونو هر سال به سال دور میریزیم بعد از استخراج اطلاعات آمریکا. یعنی الان هیچ ردی ازشون نمیشه پیدا کرد؟ نمیدونم، باید از کامپیوتر بپرسیم. شما در این مورد عجله که ندارید که؟ والا عجله که خیر، ولی خب اگه زودتر بشه برای ما خیلی بهتره. من سعی کردم. متشکرم شما دکتر. شما روزی سه وعده. بله. بعد از نهار شام. ممنونم. ببخشید خانم دکتر، بدون هم دارو میدید؟ سلام. سلام، کار چطوره؟ خوبه، روز اول یکم دارم گیج میزنم، فکر کنم یه ماهی طول بکشه تا جای داروها رو یاد بگیرم. ممنون. پس مواظب باش نسخه مردم اشتباه نپیچی که نسخه خودت پیچیده میشه خانم. نه خیالت راحت بشه. خانمم بفرمایید. سلام علیکم. سلام. خب یعنی برم؟ نه میبینی که سرم شلوغه. اینو خانم هر شب قبل از خواب. به قوله تو باید حواسم رو خیلی جمع کنم که یه موقع اشتباه نکنم. بفهم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خداحافظ. خیلی خوب، اومدم بهت بگم که مادر امیر کارت داره. مگه رسیده تهران؟ بله الان از خونه اونا میام. حالش چطور بود؟ خوبه، امروز باید بره پیش دکتر. سارا میخواست سارا ببینه. منو؟ کارم داره؟ آره. چه کاری؟ نمیدونم. خب ببین، من که کارم تموم شد میتونی بیای دنبالم بریم دیدنش؟ بعد کار نه، همین الان. الان که نمیتونم، روز اول کارمه. گفتم که خیلی مهمه. خب مادر امیر در مورد تو میپرسید، البته خیلی به خاطر این اتفاق ناراحت بود. مادر امیر کلی سفارش به من که نباید سارا خانمو تنها بذاری، یا بعدش هم یه حرفایی میزد در مورد تو امیر. پیشنهادش، البته به نظر من پیشنهادش بد نبود، شاید هم با شرایطی که تو داری. چرا تفره میری؟ اصل مطلبو بگو. میخواست ببینه حاضری به عقد امیر در بیای، البته بدون مراسم توی محضر. البته بهش گفتم که سارا الان تو همین بود فرزانه. راستش خودش میخواست باز صحبت کنه. سارا پس نمیای بریم دیدنش؟ میخوای بعد از کار بیام؟ سلام. سلام. سلام، خسته نباش. سلام احمد. سلام احمد. سلام. سلام مولا، اینجا چی کار میکنی؟ یه ساعتی هست که اومده، منتظر شما بود. رفته بودم پیش آقای کمالی، گفت بیام پیش شما کار بکنم. اینجا؟ بله، اینجا همه کار بلدم، همه چیز بلدم. مولا جان، اینجا با مغازه فرق میکنه. خدا بیامرز آقا جونو، میگفتش که اگه یه روز مولا اینجا نباشه، مغازه نمیچرخه. تو از امروز استخدامی باشه؟ بله ممنون. تلفنتون داره زنگ میزنه. بله بله. الو. سلام احمد. چیکار کردی؟ سلام.
رفته بودم دارایی دنبال این کارهای انحصار وراثت. به نظر من هر کی که میخواد چیز رو به ورثش ببخشه بهتره تا زنده است این کارو بکنه. حرف خوبیه اما دو تا مشکل داره. هر چی که باشه از دوندگی بعدش برای ورثه کمتره. اولش اینه که کسی نمیدونه کی میمیره که بدون کی باید این کارو بکنه. حساب پدر جدا. هرچند اون خدا بیامرزم به مرگی که منتظرش بود از دنیا نره. اما دومیش اینه که همیشه به نفع ورثه نیست که پدرشون ارثو به سلیقه خودش تقسیم کنه. شاید به یکی ظلم بشه. این یکی رو که قبول داری ها؟ خب اونجایی؟ آره الان میام پیشت. خداحافظ. آی دست درد نکنه دختر. سعید اومد؟ بله اومد. اما چه آمدنی. حالا این بار لالمونی گرفت و اصلا حرف نمیزنه. میدونین هر جوونی تو این سن و سال دوست داره روپای خودش بیسته. اینا مزخرفه. کار حاضر، جا و مکان و سرمایه حاضر. مرد کاره بیاد بچسبه به کار. فردا همه اینا معلوم میشه. میگه به کار نمایشگاه علاقه نداره. علاقه نداره؟ میخواد مغازه بزنه؟ بسیار خوب. خودش بره از هر گوری که میخواد سرمایه کارشو پیدا کنه. ولی پدر... بلش کن. من نیامدم اینجا راجع به سعید حرف بزنیم. اسمش که میاد عصبی میشم. گفتی با احمد رفته بودی بیرون؟ آره. کجا؟ خب یه چند جا کار داشتیم. باش حرف زدی؟ آره چیزی نبود. به هر حال خوشحالم که ببینم رابطه تو احمد خوب شده. راستش خودم هم خوشحالم. حالا شاید بهتر از اینم بشه. چطور؟ هیچی همینجوری میگم شاید. نگرانی احمد کلافم میکنه. آه وقتی میبینم تو مواظب بشی که کاری دست خودش نده خیالم راحت میشه. خیالتون راحت باشه. تو میخواستی جایی بری من مزاحمت شدم؟ نه من هیچ عجله‌ای ندارم. من سر را دارم میرم پیش احمد. میتونم تو رو برسونم. مادر پشین آژانس دم در. ولی سارا که هنوز نیومده. حتما یه کاری واسش پیش اومده. خیلی دلم میخواست قبل از رفتن پیش دکتر ببینمش. از اونجا بهش زنگ میزنم. مادر شما رو میذارم بیمارستان میرم دنبالش. اونجا به محل کارش نزدیک. لحظه اجازه میدی؟ بله. کاپتوپریل 50 نه 25. تو نسخه نوشته 25. عزیزم نگاه کن. راست میگی. ببخشید من با این بالایی اشتباه کردم. اب نداره روز اول کاریت معلومه خیلی خسته شدی. کار توی داروخونه یه فکر آزاد میخواد و 100% هوش حواس. ببخشید. سرایا این که تو به شوهرت یه قولی بدی و سعی کنی که سر قولت بمونی
از نظر من خیلی خوبه. مهمتر از اون اینه که آدم بدونه صلاح و مصلحت همسرش چیه. تو فکر میکنه از افته کاری که در نظر داری بر بیا؟ من منظورتون رو نمیفهمم. تو که نمیخوای بابا تو فریب بدی سریا. این چه حرفیه بابا؟ تو نمیدونی من بیشتر از پسر خودم به فکر احمدم. من اینو خیلی خوب میدونم بابا. پس چرا به من دروغ میگی؟ راستش من خب خیلی میترسم از این که احمد بفهمه. چی میگی سریا؟ تو هم مثل احمد شدی؟ چیزی که نشده، ولی میدونیم فقط سند خونه پیدا شده. آه گفتی که پیدا شده. خب آره. احمد. بابا من یادمه که شما به من گفتین موقعیت احمد رو باید درک کنم. خب الان کجاست؟ احمد؟ سند نمیدونم. خب حتما پیش احمده. البته یه موضوعی هست که این روزا احمد رو خیلی کلافه کرده. چی؟ اینکه این سند به نام پدر احمد نیست. نیست؟ پس به نام کیه؟ یه ناشناس. ناشناس؟ اینم سارا خانم ستوده. مثل که ماشینش خراب شده. بابا جون شما یه دقیقه اینجا باشین، من الان میرم زود برمی گردم. که اینجا آدرس اینجا رو داد. منم گفتم خب بیام. راستش فکر کردم امروز روز خیلی خوبیه برای خرید. خرید؟ ماشین چه شده؟ نمیدونم. بازم بزنم بهروز بیاد کمک. بهروز؟ اونم اندازه من و تو سرش میشه. بده من. نگران نباش. پدرم اونجا سه دوتا. بفرمایید سارا خانم، بفرمایید. سارا خانم نسبت به ما غریبی میکنه. نمیخواستم زحمت بدم. درسته که قبل از فوت پدر و مادر خدا بیامرزتون رفت آمده کمی با هم داشتیم، اما حالا دیگه چرا؟ من جای پدرتونم. خیلی ممنون. سارا خانوم میخواد بره خونه یکی از دوستاش. هر جا بخواد بره خودم بیرسونم. نه دیگه، منصرف شدم. انقدر شما و پدر مادرتون به گردن من حق دارید که هر کاری براتون بکنم بازم کمه. خب حالا کجا تشریف میبری؟ خونه. تو که گفتی میخوای جای دیگه ای بری؟ نه دیگه، میذاریم برای فردا. چی شد؟ رفته بود. مادرم چی شد؟ منتظره که سارا رو ببینه. پزشکان برای عمل عجله دارن.
من برای عمل آمادم. خانم محبی لطف کنید اتاق عمل آماده کنید. خیلی لطف کردین. بفرمایید تو. متشکرم. باشه یه روز دیگه. سرای جون فقط اون سویچو به من میدی. سرای جون اگه اجازه بدی من سویچو به خودم میبرم. دیگه زحمت میشه. ای بابا تو چرا انقدر تعارف میکنی؟ ماشینی که نمیشه گذاشت کنار خیابون. البته هیچ قولی نمیدم بهت برای امشب حاضر شه. فعلا خدا حافظ. سارا الگوی درست کرد. میخوری؟ نه. خیلی خوشمزه ها. یاقون چه خوشگل تزیین کردم. یه لقمه بخور از گشنگی تلف نشی. گفتم که بهروز جان نمیخورم، خودت بخور. من باز میکنم. براتون سنگه خریدم. دست درد نکنه. تعجب میکنه این وقت صبح بیدارم. خواستم غافلگیرت کنم. اما مثل اونایی که دم درن از من تو رنگ ترن. کی بود بهروز؟ آقا امیر. مادرش هم باهاش بود توی ماشین. مادر امیر؟ آره. خیلی اصرار کردم ولی نیومد. ببین سارا ولی چشماش. سلام. سلام. باید منو ببخشید. میدونستم وقت رفتن سر کار رو بیدارید. مادرم آوردم شما رو ببینه. از دیروز اصرار داشت که بیارمش. لااقل زودتر میگفتید. دیروز اومدم ولی دیر شده بود. نشون به اونشون که ماشینتون هم خراب بود. سلام. سلام عزیزم. اومدم ببینمت. از مشهد تا اینجا تو فکرم به صورتت نگاه میکردم. خیلی مشتاق بودم. با تعریفایم که فرزانه خانم کرد هر یه سر شدم. اما نمیدونم چرا نتونستم ببینمت. فکر میکنم از حالا دیگه باید عادت بکنم که با دستان ببینمت. چشاتو خوب میشه. با دستم میشه فهمید چقدر قشنگ و مهربونه. نمیذارم بگیم. نه
من نگوی چی نشده. این وقت صبح گفتی بیا دنبالم، بعد میگی چی نشده. خب آره، من خواستم فقط با هم بریم دوتایی ماشین سارا رو بهش بدیم. همین؟ آره همین. حالا مطمئنی که خونه است؟ آره، دیروز روز اول کارش بوده، امروز هم نرفته سر کار. خب قاعدتا باید خونه باشه دیگه، و مطمئنم از کار جدیدش هم خوشش نیومد. راستی سعید، تو مطمئنی این ماشین رو درست کردی؟ آره بابا، چیزیش نبود، خفه کرده بود. به هر حال به نفعت اگه درست شده باشه، وگرنه... وگرنه چی؟ ای بابا، من کلی از تو پیش سارا جون تعریف کردم. از من؟ خب آره، کلی پوز دادم، گفتم سعید ما یه فنی ماهره، از این حرفا. خیلی دلم میخواست عکسای آخرین مهمونی رو ببینم. راستش من نمیدونم چی شدم، فیلمش دست پدرم، گفت خودم میرم ظاهر میکنم، اما ما هیچ وقت نتونستیم اون عکس رو ببینیم. غیر از خاطراتی که تو اون عکس هستش، اینکه شما اون عکس رو گرفتی هم خیلی مهمه. آره خب، شاید هم اصلا همش خراب شده. سارام خیلی دنبال اونا میگشت. راستش احمد هرچی عکس آلبوم توی خونه بوده جمع کرده، از ترس اینکه سارا با دیدن اونا ناراحت بشه. شاید احمد آقا فکر درستی کرده. یعنی حالا هیچ عکسی از پدر مادرتون نمونده؟ نه هست، همون چند تایی که به در دیواره. اینطوری بد شد که آقا امیر دم در وایساده. خودم خواستم با تو تنها باشم، میشه بشینی پیش من؟ بله. برای توی دستتون درد نکنه. لطفا سرت کن. خیلی ممنون. خوشت میاد؟ بله، خیلی قشنگه. شما آخرین کسایی بودین که پدر مادر منو دیدین. بله، تو بیمارستان، به همین نزدیکی، با تفاوت اینکه الان نمیتونم ببینم. من به شما قول میدم چشاتون خوب میشه. وقتی امیر زنگ زد بال در آوردم، باور نمیکردم که اونا بیان خونه ما، که نیومدن. خونه رو آماده پذیرایی کرده بودم، ولی تو بیمارستان رفتم دیدنشون. مادر تو یه لحظه دیدم، وقتی که داشتن طوافش میدادن که ببرن فرودگاه، اما پدر چند ساعتی زنده بود. سرش تو بغل پدر امیر بود که در آخرین لحظات فقط از تو حرف میزد، میگفت سارا رو تنها نذاری، سارا رو تنها نذاری. گریه میکنی؟ کسی تو حالا این حرفا رو بهم نزده بود. منم نیومدم که این حرفا رو بزنم. پدرت قبل از مرگش به پدر امیر گفته بود سارا رو عروس خودتون بدونی. حالا من اومدم که حرف تو رو بشنوم. چی بگم؟ میدونم تنهایی خیلی سخته. خیلی دلت برای اونا تنگ شده. خیلی. ولی میدونی اونا راضی نیستن که تو تنها باشی. باید عادت کنم. نه، به تنهایی نباید عادت کنی.
دیروز فرزانه اومد پیشم. خب پس حتما بهت گفته که من برای چی میخواستم ببینمت. بله. ولی نظر تو رو به من نگفت. من هنوز جوابشو ندادم. خب من اومدم که جوابتو بشنوم. نه اینکه فکر کنی فقط به فکر تو هستم، نه، به فکر امیر خودم هم هستم، رسم و رسوماتم خوب بلدم، اما نه پدر و مادر، نه خدا و پیغمبرش و نه هیچ آدم خیرخواهی راضی به این جدایی نمیشن. تو رو میبرم پیش خودم، خونه خودم، مثل دختر خودم. یه عقد میگیریم، البته نه اینجا، توی مشهد. من نمیبینم اما میخوام تو به من نگاه کنی و بگی نظرت چیه. من به قول مادر خدا بیامرزم همیشه تا لنگ زور میخوابیدم. خدا رفتان شما رو هم بیامرز. اما مدتی که سرخیز شدم، مخصوصا امروز که از کله صبح بیدارم. ببخشید من هم در باز کنم. خواهش. سلام. سلام، حال شما صرف نست؟ سالو بر بفهم. بیا تو سعید جا. من فرا سارو به شما زحمت دارم. این برزی که خودمون بود. این چه حرفیه؟ ما هم جز به شما این دیگه نزدیکتر از من و سعید چه کسی؟ این آقا مهمونتونه؟ آقا امیرم میشناسید که مادرشون رو الان سارا رو ببینم. سلام علیکم. آقا همه چیزش ردیف شد. خدمت شما. دوست دارم سارا جون خودش سوار شه. دلم میخواد ببینه سعید براش چی کار کرده. آقا امیر خوشبختم. آقا سلام. خیلی جای کریم. مخلصیم. بفرم آقا امیر. تدالکشی خیلی میچسبه. خوب از شما. خیلی ممنون. آدامس آدامس میل داری؟ نه نه یه برای هضم غذا هم خوبه. خیلی ممنون، میل ندارم. بعد این تعارف نکنین دیگه. دستتون درد نکنه. جونتون ناراحت میشم آقا امیر. بزن یه دونه. خیلی ممنون. دست درد. شما بوی مادرم رو به این خونه آوردی. مادرم انقدر مهربون بود. یه گوشه وای میستاد و با یه لبخندی نگاه میکرد. ولی همیشه تو نگاهش یه نگرانی بود. هیچ وقت نفهمیدم که نگرانی چی بود. مهربونی و نگرانی شما منو یاد اون میندازه. به خدا نمیدونین چقدر نگفتن بهتون برام سخته. باور کنین با این وضعی که دارم الان نمیتونم جواب شما رو بدم. قبول داریم برای هر دختر این مهمترین تصمیم زندگیه. کسی اینجاست عزیزم؟ نمیدونم. اجازه بدین. سلام سارا جون. سلام. من ماشین تو برای تو بردم. راستش هیچ دوست نداشتم که مزاحمت بشم ولی خب ناچارم. چه مزاحمتی؟ مهمون داری؟ آره بیا تو. مادر آقای ناصری هستن. سرعی خانم همسر برادرم. سلام خانم. سلام خانم. ببخشید من دیگه باید برم، نمیتونم پیش شما بمونم. امیر خیلی وقتی که منتظره. خداحافظ. خداحافظ. سرای خانم
نمیدونم چه مقدار از حرفای منو شنیدین، اما اگه به فکر سارا هستین باید بیشتر کمکش کنین. همه ما سارا جونو دوست داریم و تمام سعیمون بر اینه که کنارش باشیم. من شما رو نمیشناسم، اما شما منو میشناسین. مطمئنن میدونین که سارا با امیر قرار ازدواج داشتن. خب یه حرفایی بود، حتما این امر باید زودتر انجام بگیره. هرچی نظر سارا جون باشه، همه ما به تصمیم اون احترام میذاریم، ولی من فکر میکنم تو این شرایط حتی حرف زدنش هم درست نباشه. نه نه نه، این حرفو نزنین. من امیدوار بودم اطرافیان سارا بیشتر به فکرش باشن. عزیزم، من تا تو رو نبینم از تهران نمیرم. نگاه چشم در چشم کار دیگه میکنه. دست درد نکنه. بفرم. آره. سارا خانم، من مادر میبرم مشهد، یه چند روزی هم پیشش میمونه. مادر که قراره اینجا بمونه. آره مادر. میخوای سارا رو ندیده برگردم مشهد؟ شما میخواید ببینی؟ یعنی باید دو هفته بمونید. یادتون نرفتی که دکتر چی گفت؟ از نظر تو اشکالی داره؟ اشکال؟ نه، من فقط باورم نمیشه. نمیدونم به مادرم چی گفتی، ولی باید تشکر کنم، چون من هرچی اصرار خواهش کردم فایده ای نداشت. من و سارا خیلی حرف داریم که باید با هم بزنیم. فردا من میرم دکتر. خیلی دوست داشتم میتونستم بیام دیدنتون. میفهمم، من باید بیام دیدنتون. قربونتون برم. خیلی ممنون. مواظب باش. سرت. کیفت. خیلی ممنون. خدا. من فکر نمی کردم این پسر اینقدر بی ملاحظه باشه. منظورت کیه؟ همین آقا دیگه. ای کاش خودم میتونستم برم دیدن مادرش، نه اینکه اونو بیام. واقعا که برداشت مادرش آورده اینجا که چی؟ از تو میخواد بله بگیره؟ ایراد ماشین چی بود؟ سعید جان بگو مشکلش چی بود. خودت درست کردی، خودت هم باید توضیح بدی. سورا یه چیز مهمی نبود، خیلی راحت درست شد. در ساعت خیلی زحمت کشیدیم. ببخشید سرایه جون، من باید برم سر کار، البته با یکی دو ساعت تاخیر. اگه مزاحمت نیستی من و سعید جونم تا یه جایی باهات میای. بهروز ولش کن، دیگه نمیخواد تمیزش کنی، میخوام برم بیرون. درد نکنه سارا جون، خواهش میکنم. خیلی ممنون سارا خانم. من از شما ممنونم. اگه کار دیگه ای داشت بگو تا سعید برات ترتیبش بده. باشه چشم، پس فعلا خداحافظ. راستی سارا جون، قرار خریدمون چی میشه؟ خرید؟ آره راستش من میخوام یه مانتو بگیرم، دوست دارم با سلیقه تو باشه. خب باشه، یه فرصت مناسب تر. خداحافظ. خدا نگهدار شما. به نظر تو چطوره؟ چی؟ دختر خوبیه نه؟ چی؟ آره خوب. یعنی چی؟ تو چت شده؟ من میخوام بدونم اونو میپسندی؟ منظورت نمیفهم داری چی میگی سارایا؟ دوباره بگم؟ خب اون نامزد داره، مگه اون آقای چی بود اسمش؟ مگه ندیدی سارا چطور جوابشون کرد؟ نمیفهم. خب من باید برم دیگه. راستی
در مورد اون پسر اصلا نگران نباش. همه چیز تموم شده است. همه چیز. تو برو خوب فکراتو بکن. خدافظ. خدا. فرمانم اینم اولین بسته. تبریک میگم. خوشحال نیستی؟ من مطمئنم که از این چای استقبال میشی. تو بازار پر میشی. فکر میکنی کی پولش برمیگرده؟ اصل سرمایه دوم. بعد از اون هر چی میاد سود. حالی چکای من از ده روز دیگه شروع میشه. بیستم این ماه 3 میلیون. بیست پنجم 4 میلیون. 9 میلیون 30. 12 تا هم میخوای بازم بکنم؟ چرا نرفتی دنباله با؟ تا سند اینجا به نام من نباشه نمیشه. که این کارم میمونه برای بعد از انحصار وراثت که دست کم چند ماهی طول میکشه. سند خونه چی؟ نمیتونی اونو به عنوان گروه بانک بذاری؟ نه. چرا نه؟ چه نمیدونستم سند خونه پیدا شده. چی؟ من گفتم سند خونه پیدا شده. نه. بیستایی تو حسابم دارم. هی کمود بگویه که از ماشینا رو بفروشه. من که نمیتونم یه همچین کاری بکنم. چرا؟ یه قرار اون نبود که من هم شریک بشم. خب اگه واقعا تصمیم دارید خب خودتون چک بکشید. چیاد شده احمد؟ نکنه به من اطمینان نداری؟ یا شاید فهم میکنه من باید مثل تو بی‌اعتماد باشم. خیلی خوب، من اشتباه کردم، اما به من فرصت و هنوز من رو خوب نشناختی احمد. سند خونه پیدا شده، اما یه مشکلی داره که نمیخواستم کسی بدونه. چرا؟ میخواستم اول تحتوشو در بیارم، اما حالا میفهمم که نمیتونم حلشو. فکر میکنی من از عهده بر بیام؟ نمیدونم. خب میخوایی بذار فردا حرفشو بزن. برام خیلی عجیب بود. پسره بی ملاحظه اسمش اینه که دکتر شده، اما انقدر نمیفهمه که سارا حالش بده. دورش کردن که ازش بله بگیرن. همش تقصیر من و توه دیگه. هر کی سارا رو ببینه فکر میکنه خب بی کس و کاره، هر بلایی میتونن سرش بیارن. پسره دست مادرش رو گرفته برده خونه که چی؟ تقصیر من و توه دیگه. گفتیم مادرش؟ البته سارا هم خوب جوابشون رو داد. ببینم، تو نمیخوای کاری بکنی؟ چه کار؟ تو اصلا یادته که خواهری به نام سارا داری؟ صبر کن. آه، آره. داره یه چیزایی یادم میاد. احمد، دارم با جدی حرف میزنم. تو میخوای همینجوری دست رو دست بذاری؟ من دست رو دست نذاشتم خانم. تو هم که شوخیت گرفته. یادته یه موضوعی میخواستم بگم راجع به سعید؟
بله گوشم با شماست، بگو. احمد، یه حرفی میخوام بزنم ولی قول میدی بهش فکر کنی؟ اگه وقت فکر کردن بهم بدی حتما راجبش فکر میکنم. من نمیخوام الان جوابمو بدی، فقط ازت خواهش میکنم بهش فکر کن. حالا بهتر شد، بگو. میدونی چند روزه دارم راجع به سعید و سارا فکر میکنم. چی؟ هیچی. ببین، نه سارا عیب و ایرادی داره نه سعید ما، تازه هر دوتاشون هم سر و سامون میگیرن، در ضمن اونا خیلی هم به هم میان. فردا هم اگه حرف ارث و میراث بشه ها، دیگه دعوایی نمیشه بین تو و سارا، همه چیزم تو خانواده میمونه. تو داری جدی این حرف رو میزنی؟ خب آره، تازه یه چیز دیگه، مگه تو نمیگفتی که از این پسر چه میدونم اسمش چیه امیر بدت میاد؟ مگه تو نمیخوای از دست اونو خانوادش خلاص بشی؟ پسر دیروز واسه سارا کار پیدا کرده، امروز مادرش آورده، خدا فردا رو به خیر کنه. میدونی مادره میگفت میخواد بمونه تهران. تهران بمونه که چی بشه؟ که هر روز بره دیدن سارا. یکی نیست پیداش بشه به اینا حالی کنه. بابا دست از سر سارا وردارین. شام نمیخوری؟ نه نمیخوام. بفهم بیا مادر مواظب بشه. مواظب بشه. نه بیا بیا این رو باز اینجا یه خود جلوتر، همین الان یه دونه چاله از شده. آها خب مواظب بشه. احمد فقط ازت خواهش میکنم آروم باشی.